سوم دسامبر مصادف با دوازدهم قوس از سال 1992 میلادی و از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج میبرند. این روز روز جهانی معلولین از طرف ملل متحد که نامگذاری شده، صرف صدای معلولین باید شنیده شود و امی روزی است که دادخواهی های خود میکنن، امی روزی است که مشکلات خود میگن، چی به دولت چی به ملل متحد صدای خود میرسانن که نظر به مشکلاتشان، نظر به امتیازات خود، همه ای هم به خاطر اینمی نامگذاری شده. دفع از نامگذاری این روز فرصت جهت بیان نظریات، دادخواهی، جهت رفع مشکلات فراروی این قشر و تثبیت توانایی های افراد دارای معلولیت بود. افراد دارای معلولیت خواستار ازی بودند که بالاخره حقوقشان، امتیازاتشان، اونمو و حداقل مشکلاتشان باید به او رسیدگی صورت بگیره و باید حداقل سازمان ملل متحد، حکومت ها بالاخره به افراد دارای معلولیت توجه کنه. در سال 1992 در نیویورک ایالات متحده آمریکا گروهی از افراد دارای معلولیت مظاهره ای را برا میندازه بنابر خواست های مشروعشان که در مجمع سازمان ملل متحد در یونسکو با زمین 3 دسامبر روز جهانی هم بستگی افراد دارای معلولیت را تصویب میکنه و به نام افراد دارای معلولیت را نامگذاری میکنه. منشور سازمان ملل متحد روز معلولان را برخواسته از نیازهای افرادی میداند که بر رغم محدودیت‌های حسی و حرکتی باید مانند دیگران از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار شوند. هدفی بوده که معلول‌ها، معلولین دنیا هم بسته شوند، اگر بستگی اعلام بکنند و از این طریق بتوانند که خود در امون کشورهای خود، در امون ممالک که زندگی میکنند بیمه شوند و از اونا حمایت شوند، از اونا پشتیبانی شوند و اونا را بتوانند که یک زندگی خوب منظم که دیگه افراد داره اونا هم به وجود برن. معلولین از زوارهای مختلف، از زاویه‌های مختلف تواناییش باید در جامعه انعکاس داده شود و چیزی که امروز معلولین در جامعه نیاز داره و درک جامعه است که باید جامعه از توانایی‌ها و از دانایی‌های معلولین به زاویه‌های مختلف تقدیر بکند، درک بکند و هیچ وقت معلولیت را یک نوع محدودیت و یک نوع نقطه ناتوانی فکر نکنند، چرا که انسان از هر زاویه اگر انسان بخواهد هم عزت میافه هم ذلت میافه. ذلت و عزت انسان به نقطه فکر انسان مثلا تعلق داره، نه به معلولیت ظاهری. ما کسایی را معلول میگیم که از ظاهر عقل کوتاه باشن، اونا معلول هستن. این که مثلا معلولین باید تشویق شود، تقدیر شود، از تواناییش، از دستاوردهایش باید همیشه گرامی به عمل بیاین که چون معلولین توانایی های مختلف را دارن. امروز ما الحمدلله میبینیم که در بسیاری از کشورهای بالا از معلولین بسیار استفاده های درستی هم میشن، چرا که اینا توانایی های درونیشان بسیار گسترده و بالا هستن. طبق این منشور معلولین نیز صرف نظر از علت، کیفیت و حدت نقص و ناتوانیشان دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان همسنشان از آنها برخوردارند. حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر و حتی المقدور عادی در رأس این حقوق قرار دارد. ما در این جامعه جنگ را مثلا تجربه کردیم، ما در این جامعه مثلا مشکلات فراوان را تجربه کردیم و همی اساس افراد دارای معلولیت که یک قشری آسیب دیده است که قبلا آسیب دیدن یا بنابر مشکلاتی که در جامعه هم حاکم است، خب معلوم است که مشکلات این گروه در جامعه خیلی زیاد می باشد. مثلا ما میتونیم بگوییم که برای افراد دارای معلولیت مثلا یک شفاخانه که تنها برای معلولین باشه که اونم اونجا مراجعه کنن، اینا دستشان اوگار است، پایشان اوگار است، چشمشان اوگار است، اینا انتظار کشیدن نمیتونن به خاطر صحتشان یا مثلا در مصحف حسابشان نمیتونن، حداقل برایشان یک شفاخانه مجهز منظم برایشان دولت باید حداقل ایجاد کنه. و یا هم مثلا گفته میتونن در بخش تحصیلی معلولین باید حمایت شوه. اینا افرادی هستند که کار شاخه کردن نمیتونن، کار زور کردن نمیتونن، حکومت باید حامی از اینا باشه. حکومت اینا را حداقل در دانشگاه های خصوصی اگر هست، در دانشگاه های دولتی اگر هست، یا مثلا
در مکتب های خصوصی، در مکتب های دولتی، اینا را از هر نوع مثلا سهولتی که میشه برای زمینه ساز باشه و برای بسازه. میگن که معلولیت ناتوانی نیستی، بدون شک شما سعی کنین. خب من یک گفته یکم تا یک هدف دارم پیش خودم، همیشه کار را که انجام میتونم، در ضمنش آدم هایی که جور هستن، ساعت من دستن درست هست، بدون ازی که همکاری نمیکنن، یک کم که پیشپایی هم میتن، بعد اگه پایی میزنن که یعنی نمیشن، نمیتونی، تو در جایی نمیرسی. اما این یک شعار است که باید همگی بدانه، معلول ناتوان نیست. من فکر میکنم یک معلول میتونه حتی بالاتر از یک آدم سالم ایفای وظیفه کنه، چرا که همه چیز متکی به استعداد، اخلاق، ظرفیت اجتماعی، کار اجتماعیش و فعالیت های اجتماعیش هست، نه ای که آدم جور باشه. شما میبینین میلیون ها آدم جور هست اما مضر جامعه هست. یک معلولی که به سود جامعه باشه همون بهتره. معلولیت یک پدیده تعمیل شده اجتماعی است که به نسبت جنگ، فقر، عوامل ژنتیکی، بی‌سوادی به وجود می آید. افراد دارای معلولیت به دلیل مشکلاتی که در قسمت تحرک و یا هم مشکلات ذهنی دارند، در جامعه کمتر مورد مهر و محبت قرار گرفته و پذیرفته نمی شوند. این باعث شده است که نوعی سرخوردگی در بین معلولان، این قشر اساس جامعه، به وجود آید و جای دارد که برای رفع این معضلات در جامعه به فرهنگ سازی عمومی در بین جوامع بپردازیم. معلولین بدون شک از زمانی که تولد میشن تا که در یک جای خودشان میرسانند مشکلات میداشته باشن. من مستثنا از این مشکلات نیستم، مشکلات را داریم، خو اقتصادی، بعض مشکلات اجتماعی، اما بدون با در نظر داشتم این مشکلاتم، بازم درس میخوانم، کار میکنم به خاطر که بتانم آینده خدا بسازم. در اولا بسیار برخورد زشت داشتن برای معلولین، یک جای میدیدن به الفاظ بد صدا میکردشان، اما فعلا خوب شدن، مردم یکم خوب شده، آگاهی پیدا کرده که معلولین حق داره که در جامعه زندگی کنه، صاحب وظیفه و همچنان کار باید باشه. خوب است نسبت به اون سالا یا زدگه کم یک تغییرات آمد، اما بازم به خیلی نفرها هست که بازم من ببینه یک معلولین ببینه با ما حرفاز بعد و که وقتا میگفتن، فعلا هم هستن مردم قدر تغییرات برشان نورده. افراد دارای معلولیت در افغانستان با مشکلات جدی متاسفانه گرفتار هستند که مشکلات بنیادی این قشر را در 4 دسته میتونیم خلاصه بکنیم. در حوزه آموزش، در حوزه خدمات اجتماعی، در حوزه درمانی و در حوزه اقتصادی چالش های جدی فراروی افراد دارای معلولیت وجود دارد. در جامعه افراد دارای معلولیت به نام های بسیار رکیک، تخریش‌آمیز، بسیار نام ها و حرف های ناراحت کننده یا را خطاب میکردند. این مشکلات بود که مثلا افرادی که عدم آگاهی سواد داشتند، عدم آگاهی مطالعه داشتند و با افراد دارای معلولیت قسم برخورد میکردند، اونا را مثلا یک گروهی به این زوا رفته، یک گروهی مثلا به تاریکی رفته، یک گروهی به درد نخور، یک قسم با اینا رفتار میکردند. مشکلاتی که مثلا از قبیل تحصیل است، از قبیل آموزش پروریش است، از قبیل کار است، از قبیل مثلا بخش صحت است، این مشکلات هم معلولین در گذشته خیلی ها داشتند. اما خوشبختانه با فعالیت ما، انجمن های دارای معلولیت، ما مؤسسات دارای معلولیت که ما رفتیم دادخواهی کردیم، آگاهی‌دهی کردیم، ظرفیت سازی کردیم، 100% نه، حداقل ما 80-90% مشکلات معلولین را کم کم در جامعه حل کردیم. در 13 سال گذشته خوشبختانه دید اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر کرده، اما در تناسب با توقع هنوز هم نیست. هنوز هم در بعض جایا اذیت و آزار کلامی متاسفانه وجود دارد، بیمیری به این قشر وجود دارد، توانایی هایشان مورد توجه قرار نمی گیرد و این نوانگره شهروندهای دارای معلولیت متاثر می سازه و سبب انزواشان می شه. معلول مشکلات خود را می داشته باشند، اما خوشبختانه یک چیز برتان بگیم که بنابرای سیمینارهایی که در دفاتر مختلف و از طریق میدیا که پخش شده و به نشر رسانیده شده از طریق رسانه های صوتی، و این مشکلات تقریبا 50-60% برطرف شده که مشکلاتی که در جامعه اشخاص دارای معلولیت داشت.
اما باز هم مشکلاتی که باقی مانده هورا ما از مردم خواهشمند هستیم که باید این مشکلات هم انشاءالله بزرگترین فرصت ای را بفهمند که معلول چقدر پیشرفت داره و معلول چقدر بازم در مشکل است و این مشکلات اینا در نظر داشته باشند که باید امو مشکلات معلول یا درک بکنند که معلول امو مشکلات باقی مانده هم اثر راش برداشته شوند. شما در سپاره سی قرآن کریم سوره عبس و تولا در مورد عبدالله ابن مکتوم یک صحابه روشندل نازل شده که این نشان میده دین مقدس اسلام توجه ویژه به اشخاص دارای معلولیت داشته، یا در جای دیگه زمانی که میگه تقوا معیار برتری است مشخص است که جنسیت یا معلولیت یا قوم و مذهب و زبان معیار برتری یا کمتری نیست، یا در جای دیگه که میایه میگه که آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند، پس مشخص میشه که سواد و دانش ارزش اساسی است نه معلولیت یا غیر معلولیت، یا در جای دیگه که اقرا اولین واژه است با آخرین فرستاده خالق یگانه، یعنی بخوان مخاطبش امگان است، معلول و غیر معلول به یه تقسیم بندی نمیشه، یا زمانی که رسول اکرم فرموده طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است اینجا معلول و غیر معلول تقسیم نمیشه، امگان است، یا زمانی که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرموده نبین کی میگوید ببین که چی میگوید، محتوا مهم است نه موقف یا جایگاه شخص، این نشان میده که آن عقل که سایر افراد داره او عقل دوستایی هم داره که توانایی تکلم یا تردد نداره، دیده یا شنیده نمیتوانه. معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود بلکه برای غنی‌سازی جامعه نیز به کار گیرند. به این منظور باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی تضمین شود. برخی از افراد معلولیت‌های خود را پایان فعالیت‌های زندگی می‌دانند و منتظر فرارسیدن روز موعود هستند، از جمله عده‌ای که در حوادث و یا سایر دلایل خاص دچار معلولیت جسمانی شدند، اما تلاش جمعی از معلولین در راستای کسب علم و فتح قله‌های موفقیت و افتخار حاکی از این موضوع است که معلولیت به هیچ عنوان محدودیت نیست و نخواهد بود.